آیا می دونستید کتایون ریاهی یا همان زلیخا دوبار ازدواج کرده است؟ آیا می دونستید دلیل خداحافظی او از دنیای بازیگری چه بود؟ از ماجرای پخش شدن تصویر او در کنسرت خواننده لس آنجلسی چیزی می دانستید؟ آیا می دانید مصطفی زمانی با آنکه دوبار عاشق شده هنوز مجرد است؟ سلام، خسته نباشید بینندگان گرامی. خوش آمدید به یکی دیگه از ویدیوهای عالی ما. برای آگاهی از اصلیت و زندگی پر ماجرای مصطفی زمانی و کتایون ریاهی، بازیگران نقش یوسف و زلیخا، تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. اما قبل از اون ویدیو رو لایک و کانال ما رو حتما سابسکرایب بکنید. سریال یوسف پیامبر نام یک مجموعه سریالی تلویزیونی پیرامون زندگی یوسف پیامبر است. این سریال به داستان پرفراز و نشیب زندگی یوسف پیامبر می‌پردازد که مصطفی زمانی در این سریال نقش حضرت یوسف را بازی کرده است و کتایون ریاهی به نقش زلیخا در این سریال پرداخته است. اما بیرون از این سریال هر دو بازیگر کاملا دنیای متفاوتی دارند. کتایون ریاهی متولد دهم دی ماه 1340 در شهر تهران است. تحصیلاتش را در رشته های ادبیات و انسانشناسی به پایان رسانده است. ریاهی مدیر عامل و بنیانگذار بنیاد نیکوکاری کمک کیش مهر کتایون است. کتایون ریاهی خواهر علیرضا ریاهی از دیگر بازیگران سینما در ایران است. کتایون ریاهی از 16 سالگی کار میکرد و هم درس میخواند. به شکل افتخاری در انجمن حمایت از معلولین در یک تولیدی لباس نوزاد معلمی حق التدریسی در آموزش و پرورش، دوره کمک های اولیه در هلال احمر و نوشتن که یار همیشگیش بود فعال بود. به جزئیات داشت ها و قصه هایی که برای خودش مینوشت، قصه نویسی برای کودکان را نیز دوست داشت. این قصه ها به صورت نوار کاست و کتاب به دست کودکان میرسید. از طریق فیلمنامه نویسی کودک وارد عالم بازیگری شد. با بازی در مجموعه تلویزیونی زیر سایه همسایه در سال 64 بود که پایش به تلویزیون و سپس با فیلم خبرچین به سینما باز شد. البته این فیلم به مشکلاتی برخورد و اکران نشد و آغاز رسمی برای حضور او و بازیش در سینما با فیلم پاییزان در سال 66 اتفاق افتاد. کتایون ریاهی دوبار ازدواج نموده. بار اول با فرشید رحیمیان ازدواج کرد و از وی صاحب فرزندی به نام پوریا که اکنون موسیقیدان است و اولین آلبوم خود را در مورد زندگی مادر که در نهایت به جدایی و طلاق انجام میده پرداخته است. خانم ریاهی در دومین تجربه خود با مسعود بهبهانی همسر فعلیش ازدواج کرد. همسرش از سهامداران اصلی شرکت آویلورد آمریکا است و بیشتر در آن بر آبها حضور دارد. البته مدتی هست که زمزمه طلاق با این همسرش نیز به گوش می‌رسد که هنوز هیچ خبری مبنی بر رد یا تایید آن اعلام نشده است. زندگی کتایون ریاهی مملو از فراز و نشیب بوده و هست. او پس از بازیگری در سریال یوسف پیامبر دیگر با دنیای بازیگری خداحافظی کرد، چون در فیلم حضرت یوسف مسائل معنوی، آرامش، احترام، حیا و حجاب مطرح بود و وی نمیتوانست صحنه‌های دیگر در سینما را تحمل کند. گفت دیگر نمیخواهم کار کنم و میخواهم شیرینی سریال یوسف پیامبر در ذائقه‌ام بماند. اما او بعد از مدت‌ها در تاریخ 15 تیر سال 95 در برنامه خندوانه حاضر شد و اعلام کرد که می‌تواند مجدداً به کار خود ادامه دهد و بعد از چند وقت در قاب تلویزیون حاضر شد. یکی دیگر از ماجرای جالب زندگی او این بود که یک تصویر از کنسرت خواننده لس آنجلسی پخش شد. یک زن خیلی شباهت به کتایون ریاهی داشت و در میان مردم غوغا برپا کرد. حتی سلحشور کارگردان سریال یوسف نیز در این مورد اظهار نظر کرده بود. اما بعداً تفکیک شد آن زن کتایون نه، بل همسر خواننده لس آنجلسی بود. خودش هم با تکذیب این موضوع گفته بود: متاسفم در جامعه مترقی مثل ایران بعضی از مردم با خبری در صدد تخریب چهره‌های سرشناس هستند. در زمستان گرمم از گرمای تو، در بهاران شادم از آوای تو. فصل گرما
گرمیش از قلب من. و اما مصطفی زمانی. مصطفی زمانی ساکن فریدون کنار مازندران در 30 خرداد سال 61 در گیلان به دنیا آمد. پدر وی مازندرانی و مادرش گیلانی است و اصلیت مازندرانی دارد. او دارای 3 برادر و 1 خواهر می باشد و خودش فرزند سوم خانواده است. از سال 85 پا به عرصه تلویزیون و سینما گذاشت و با سریال یوسف پیامبر به مردم معرفی شد. او در میان کاندیداهای زیاد برای نقش یوسف توسط فرج‌الله سلحشور انتخاب شد. وی هم اکنون در تهران زندگی می کند و مجرد است. اما مصطفی زمانی 2 بار در زندگی عاشق شده. اولین بار در 19 سالگی و این عشق برایش خیلی سخت بوده چون او در آن زمان خیلی احساساتی بوده. مصطفی زمانی برای 2 بار در سریال شهرزاد در نقش فرهاد عاشق شد و در این مورد چنین گفت: ابراز عشق در برابر دیگران و جلوی آدم‌ها یک شجاعت رسوایی می‌خواهد که من ندارم و شاید از کسی که عشق خودش را فریاد می‌زند بترسم. اگر بخوای کسی را که عشق خود را فریاد می‌زند دوست داشته باشی، باید رها و وحشی باشی. من به کسی که خواستش را فریاد می‌زند احترام می‌گذارم. اگر به جای فرهاد قرار می‌گرفتم، مطمئناً صبر نمی‌کردم و برای رسیدن به عشقم تلاش می‌کردم و کاری می‌کردم که بدهکار لحظه‌هایم نمی‌شدم. عشق باختن است و برد در آن نیست. موضوع دیگر که جالب توجه نظر او در مورد تصویر خفن او در سریال نهنگ آبی بود، چون با فرق شدن تصویر او با گرم خاص همه حیرت زده شده بودند. اما خودش در این مورد چنین اظهار نظر کرده: مدل مو و ظاهر فعلی من مربوط به گرم سریال نهنگ آبی است. اولین بار که عکس گرم من انتشار پیدا کرد، سر و صدای بسیاری ایجاد شد، چرا که همیشه با اولین کار خود قیاس می‌شوی. به نظرم خیلی از کارها و نقش‌ها را زمان از بین می‌برد، اما برخی از کارها به زمان ربطی ندارد. خب عزیزان بیننده، به پایان این ویدیو جذاب و دیدنی رسیدیم. خواهشاً نظرات و پیشنهاداتتون رو در قسمت کامنت با ما به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.